این روزها گرانی امان مردم را بریده. از سوی دیگر قبض‌های آب و برق هم در حال افزایش هستند. اما ببینید معاون هماهنگی توزیع توانیر رژیم چه گفته است. به گفته آقای رخشانی مهر در 6 ماه گذشته برای 1/4 ایرانی‌ها پول برق صفر شده. برای 36% مشترکین 7% گرانتر از پارسال شده و 24% مشترکین هم 23% قبض برقشون نسبت به سال 99 بالاتر رفته. اما ماجرای قبوز نامتعارف چیه؟ اینها صرفاً شامل کمتر از 2% مشترکین برق میشه که بیشتر از 2 برابر الگوی مصرف، یعنی بیش از 600 کیلووات ساعت در ماه مصرف داشتن، مازاد بر مصرفشون رو مطابق بهای تجدیدپذیرا قیمت رو پرداخت کرد. این یاوه‌گویی مهره رژیم در شرایطی است که مردم با قبض‌های چند برابری مواجه هستند. موضوع آنقدر واضح و عیان است که مهره‌های حکومتی هم به آن اعتراف می‌کنند. رسول فخری عضو مجلس رژیم گفت قبض یک خانواده که نهایتاً 200,000 تومان بود، عرض یک ماه به 2,000,000 تومان رسیده که به هیچ عنوان منطقی نیست. بنابراین باید این قبض‌ها تعدیل شود، چرا که در غیر این صورت منجر به یک نارضایتی خواهد شد. اعتراف دیگر مربوط به رئیس مجمع نمایندگان رژیم در استان مازندران است که گفته است در تابستان سال جاری که روزی 4 ساعت قطعی برق داشتیم، چگونه مردم 2 برابر الگوی مصرف از برق استفاده کردند؟ چطور در سال گذشته که دما در همین حدود بود و مردم از همین سیستم‌های سرمایشی استفاده می‌کردند، شاهد مصرف فراتر از الگوی مصرف نبودیم؟ چرا مردم باید با وجود قطعی‌های مکرر برق در تابستان چندین برابر پول برق بپردازند؟ اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که دولت آخوند رئیسی هیچ طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد. رئیسی گفت سال 1,000,000 مسکن می‌سازد. هیچ خبری از ساخت مسکن نیست. دستور حل مشکلات را یکی پس از دیگری صادر می‌کند. جز لفاظی چیز دیگری پدیدار نشد. خامنه‌ای، آخوند رئیسی و کابینه پاسدار نشانش را برای مقابله با مردم در این مناسب گماشته، نه حل مشکلات مردم. کسی که 4 دهه در کار شکنجه و کشتار مردم ایران بوده، چطور میتواند به فکر حل مشکلات مردم ایران باشد؟ آیا با این حکومت هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع وجود دارد؟